ده سال پیش حرکت جنبش دانشجویی ایران سمت و سوی کاملا متفاوت از گذشته به خودش گرفته. دیگر نه از ایدئولوژی های دهه 40 و 50 خبری هست و نه از اصلاح طلبی دهه 70. افزایش فشار بر دانشجویان میهنمان، پادگانی کردن دانشگاه ها و جو پلیسی امنیتی حاکم بر جامعه، ناتوانی اصلاح طلبان دروغگو که دیگر تحت هیچ شرایطی ملت ایران به آنها باور ندارند و مچشان برای ملت باز شده. یادتونه قصه ای که اول برنامه در مورد دو گرگ، یکی وحشی و خونخوار و چابک و تند و سری میگیره و پاره میکنه، اون یکی دیگه ناتوان شده باید دروغ بگه، فریب بده، مردم رو حق بازی و کلک بکنه. موسوی، خاتمی، این طول سگای پتیاره خارج از کشور، اینایی که تو بی بی سی، وایس آف امریکا، رادیو فردا میشینن و تمام این حرامزاده هایی که برای همین اصلاح طلبان همان گرگ درمانده به اصطلاح ناتوانی که باید با دروغ و ایله و حقه تومه خودشو بدره، پاره بکنه و بخوره، براش لالایی بگه، اما بخواب منتظر باشه بخوابونه تا بتونه تیکه با پارش بکنه. همین اصلاح طلبان، همین موسوی کسافت حرامزاده، همین طول سکایی مثل کتیور و مهاجرانی و نوری زاده و نمیدونم تمام این حرامزاده هایی که در خارج از کشور چند باته زدن، بچه ها دیگر در ایران توف رو اینها نمی اندازند. ناتوانی اصلاح طلبان در همراهی با خواستهای ملت ایران، چون خودشون پاره ای از پیکر این رژیم هستند و هزینه های سنگینی که در طول سالیان اخیر بر جنبش دانشجویی ایران همین اصلاح طلبان، همین گرگ های ناتوان امروز تحمیل کردند، همه و همه نتیجش به جز افزایش تعرض و شکاف میان دانشگاه و جناح‌های سیاسی حاکم بر کشور نداشته است. تیر ماه 1378 آغازی بود بر فصل جدیدی از مبارزات جنبش دانشجویی که به جرأت میتوان گفت هیچگاه تا این میزان از بلوغ و خودآگاهی برخوردار نبوده است. از آن زمان تا کنون فضای دانشگاه همواره ملتهب بوده و در مواقع لزوم بدون توجه به همراهی یا عدم همراهی جامعه به تنهایی در راه صیانت از حقوق ملت ایران گام برداشته است. اگر در تیر ماه 1378 ترس و وحشت جمع عظیمی از جامعه را به سکوت وادار کرد و از همراهی با دانشجویان باز داشت، در خرداد ماه 1388 ده سال بعد از آن حرکت جنبش دانشجویی با پشتوانه حضور میلیونی مردم تهران و شهرهای مختلف ایران همراه شد. در نیمه شب 24 خرداد ماه تاریخ دوباره تکرار شد و باز هم عوامل خونخوار سرکوبگر نظامی و شبه نظامی با هجوم به خوابگاه کوی دانشگاه، جنایتی هولناکتر از 18 تیر ماه 78 آفریدند. جنایتی که بنا به روایات مختلف دست کم 15 تا 57 کشته بر جای گذاشت و صدها دانشجوی معترض بازداشت و تحت شدیدترین شکنجه های تاریخ بشری قرار گرفتند. در روز 18 تیر 1388 بسیاری از مردم با حضور در خیابانها سال روز فاجعه کوی دانشگاه را گرامی داشتند و با فریادهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر تو، یعنی مرگ بر بسیجی، اغلب بازداشتی های این روز به زندان کهریزک منتقل شدند و فجایعی در این زندان به بار آمد که همگان به اندازه کافی در مورد آن خوانده و شنیده اند و بیش از 1000 آن به بیرون درز نکرده است. امیر جوادیفر، محمد کامرانی، محسن روح الامینی از جمله قربانیانی بودند که به جرم شرکت در تظاهرات 18 تیر بازداشت و روانه کهریزک شدند. در یک سال گذشته هم
دانشگاه ها به عنوان نبض تپنده جامعه رسالت خودشون را به خوبی انجام دادند. به ویژه در چند ماه اخیر که حضور مردم در خیابان ها نسبت به گذشته بر اثر حقه و کلک گرگ درمانده یعنی موسوی و یارانش کم رنگتر شد و حقه و کلک و نامردی که موسوی و جنبش سبز شورای امنیت حکومت اسلامی در 22 بهمن و در روزی که باید مردم به خیابان ها می آمدن گفتن مجوز ندادن، نمی آییم، شما هم نیایید، اما مردم آمدند. کمتر هفته ای را میتوان سراغ گرفت که در آن شاهد یک یا چند تجمع اعتراض آمیز دانشجویی در فضای پلیسی، امنیتی، نظامی، انتظامی در درون ایران نبوده. دانشگاه با وجود فشارهای حاکمیت، شدید حاکمیت، دستگیری های گسترده فعالان دانشجویی، احکام سنگین و طویل المدت برای آنان همچنان بیدار است و به مبارزه تاریخی خود ادامه می دهد و در بزنگاه تاریخ در انتظار لحظه و روزی است که کار رژیم را تمام کند. اکنون در حساس ترین برهه از مبارزات ملت ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و سرنگونی رژیم خونخوار اسلامی در کلیت و در تمامیتش، همبستگی مردم با جنبش دانشجویی یکی از ضروریات و بایسته می نماید. تجربیات یک دهه اخیر به ما ثابت کرده که هرگاه این اتحاد و همبستگی میان دانشجویان و سایر اقشار جامعه شکل گرفته، توانسته ضربات دهشتناک و سهمگینی بر پیکره سست و مزمحل استبداد زده حکومت اسلامی وارد کرده و هر زمان که این پیوستگی و انسجام به هر دلیل دچار گسست گردیده، شاهد افزایش سرکوب و اختناق در سطح جامعه بوده. بنابراین هموطن نازنینم که در درون از مرزهای ایران صدای من را می شنوید، در شرایط کنونی بهترین راه حمایت از دانشجویان، بهترین راه حمایت از روز 18 تیر، بهترین راه حمایت از بچه هایی که در طول 10 سال گذشته، دست کم 10 سال گذشته، مبارزه جانفرسا و بدون وقفه خودشون با رژیم آدمخوار، خونخوار اسلامی رو به رخ شما مردم و جهانیان کشیده اند، بهترین راه حمایت از دانشجویان و همراهی از آنها، همراهی با شعارها و خواسته های آنهاست که جدا از شعار و خواست ملت ایران نیست. و اگر قرار باشد یک روز در سال بیش از هر زمان دیگر ملت ایران فریاد مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور را سر بدهند و لرزه بر اندام حاکمیت حکومت دست نشانده و اشغالگر و رهبری آن بیفتد و بتوانند آن را براندازی کنند، بی تردید آن روز روزی جز 18 تیر ماه نیست. پس با حضور گسترده و میلیونی خودتون، هموطن نازنینم، بار دیگر لرزه بر اندام حاکمیت جور و استبداد بیفکنیم و دشنه زهرآلود در قلب این دیو، این اختاپوس، این حرامزاده بی همه چیزی که کشور ما رو اشغال کرده فرو بکنیم و خونش را بریزیم. هم ماسه 18 تیر دیگری در راه.